دیروز ریحانه پارسا با شخصی دیگه لایو دو نفره داشت و در حالی که داشت با طرف مقابلش حرف میزد از زندگیش تعریف میکرد. یه سیگار هم دستش بود که گاهی وقتا پک میزد. ریحانه پارسا تو اون لایو اعلام کرد که هفته یه دیگه تولدمه. میشه 22 سالم. بابای من اگه 22 سال پیش لحظه ای که داشتم به دنیا می اومدم یه برگه بهش می دادن یا یه عکس از الانم بهش می دادن که یه دختر تنها تو استانبول با موهای بنفش داره صحبت می کنه و تنها داره زندگی می کنه، قطع به یقین سکته کرده بود. به کانال تهران تیوی خوش آمدید. اگر عضو کانال ما نیستید لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشیم. با تشکر از شما. ریحانه پارسا اینگونه ادامه داد: ولی من و پدرم به مرور رفتیم تو پوزیشن بلاک، یعنی هم اون منو بلاک کرد هم من اونو بلاک کردم، اصلا با هم ارتباط نداریم و کلن قطع ارتباط کردیم. یه خواهر کوچیک دارم با اون حرف میزنم. ولی با پدرم قطع ارتباط. یعنی بابام توی این مرحله است که نمیتونه تحمل کنه که ارتباط داشته باشیم. یعنی دیگه من بچه اون نیستم. خانم ریحانه پارسا توی لایو دیگه ای توضیح داده بود که 14 ساله برچسب طلاق روی پیشونیشه. از روزی که همراه با بابام به مقصد خانه مادر بزرگ برای زمان نامعلومی خدافظی کردیم، این روز شمار شروع شد. تیر ماه امسال 14 سال میشه که دیدن پدر و مادرم برای یک لحظه کنار هم حسرت منه. من چند سال در محله پایین شهر تهران در خونه مامان بزرگم زندگی میکردم. اون موقع بچه طلاق نوعی فحش محسوب میشد. و من بین زخم زبان فامیل های بابام قد کشیدم و بزرگ شدم. مدت کمی است به خواست خودم تصمیم به درمان روح و روان خود گرفتم تا حفره هایی که سالیان از زیر خاک مانده را پر کنم. پدر و مادر من توافقی از هم جدا شدند و این میمونترین اتفاق ممکن بود که زندگی به من هدیه داد، فرصت زیستن با شرایط جدید، درک مفهوم عمیق تنهایی، استقلال بر اساس نفس خود. آنچه درد داشت و زخماند، نماندن حق ازدواج بر پایه عشق برای نسل مادرم. آنچه مرا گاهی از شدت خلب هیجان وامی دارد، عدم وجود عشق در نطفه من است. و تلاش مضاعف من این است برای ساختن عنصری با متریال بیگانه. اگر طلاق بد است، ازدواج بدون عشق فاجعه است. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشیم. با تشکر از شما.